شبه جان، هر سال یکی از اون نماینده به مامو میومد، ولی این مدتی که نمیبینیمش. شما هر دفعه میخواین آقای زرمی مثل چی میگن علامت سوال برای بیننده های ما صحبت کنیم. آره دیگه، بینه سورپرایز بشه اینه که ما راجع به کیس داریم صحبت میکنیم. یه هنرمند بسیار محبوب، خوش اخلاق، خوش صدا، خوشمرام، هنرمند، ادیب، شاعر، خلاصه نمیدونم فیشر میگه ولی شعر میخونه. و اسمش، اول اسمش بهتون میگم، شما خودتون حرف بزنید کیه. آقای مجید جوادی. اول اسمش. خوش آمدید. با درود خدمت شما. یلداتون مبارک. خیلی ممنونم. مرسی. یلدا شما مبارک باشه. امید که سلامتی برقرار باشه. آقا این تعاریفی که میکنید ما باورمون میشه مثل بعضی. شما مجسمه ساز، نقاش و خیلی ممنونم. یه بار باید کاراتو بیاری اینجا ما ببینیم. به هر حال یلداتون مبارک. خیلی ممنونم. همچنین برای شما هم مبارک باشه. همه بینندگان محترم و ایرانیای عزیز و همه مردمان این روزگار که تو این سالهای پیش روی مقداری سختی و تحمل داشتن، امید که قصه های خوش پشت سر هم براشون برمقام بیاد و حکایت های شنیدنی به صلاح و خیر براشون رقم بخوره. بله، به امید اون روز، به امید اون روز که هر چه زودتر بیاد و این شب سیاه سحر بشه. درسته؟ قطعا همینطوره. گفتن هر سر بالایی سر پایینی داره و برعکس. گفتش که هر تاریکی هم به روشنایی میرسه. بفهم گویی تموم نشده سختی ها. میگم هنوز، گفت باش تا صبح دولت بدمد که این هنوز از نتایج سحر است. قصه های خوش همیشه ماوقی روزگار ادامه داره. ما فکر میکنیم که این قصه های سختی همیشه با ما هست، ولی این پستی بلندی همیشه تو روزگار بوده و امید که قصه های خوش به زودی برسه و همه خوش و خرم و خوشحال باشن که شایسته و بایسته هستن همه عزیزان. آره، اگر این جاه طلبی ها و زورمداری ها نباشه، واقعا دنیا اینا هستن که روزگار رو به قدرت طلبیه بله. سخت میگیرن، عرصه رو به مردم تنگ میکنن و جلوی شادیشون رو میگیرن. یعنی شاد بودن خیلی ساده است. خوبه که این زندگی و زنده بودن و کلن عمر ابدی نیست. بله. اینقدر همه برای قدرت به دست آوردن بله. میجنگن و میکشن و به هر حال مقاومت میکنن. بله، اگر ابدی بود چه میشد؟ اینکه فرمودین یاده بله. شعر قدیمی از بابام همیشه زمزمه میکرد، گفت ای بشر با همه علم و مقام و زر و زور، عاقبت پنجه مرگت بکشد جانب گور. عالم دهر اگر باشی و قارون زمان، بدن طعمه مار است سرد لانه مور. عجب. ولی به هر حال استاد ابتهاج توی یکی از غزلهای زیباش یک مصرع طلایی داره، گفت حریفان هر یک کاوردند از صدای خود، سودی زیان آورده. من بودم که دنبال هنر رفتم. این دنبال هنر رفتنم یه حکایتیه. یه توی روزگاری که همه یه جوری میخوان کلا سر دیگری بذارم، ما چقدر آسمانه شروع میکنیم و من اینو قطعی چیز کرده. میگم که هنر برتر از گوهر اومد پدید. بله. ولی از هنر هیچ کس خیر ندید. خیلی قشنگ حرف دل منو زد. بله، زیان آورده من بودم. گوه ما یه عمر با احساس و عرض به خدمت استاد، استاد کمانچه ای بود، حالا اسمش خاطرم نیست، شروع 23 سالی داشت، 60 سالش بود، حالا 60 سال سن نیست، یعنی تجربه خوبی داشت. آره، گفت ما یک عمر تلاش میکنیم که اون ناله جانسوزی که باید و از این ساز دراریم، این گوزمون در میاد و چشمون ضعیف میشه. ناله خودمون در اومده. آره، بعد میبینی که چه جالا، برای اصلا برای چی ما این همه زحمت کشیدیم. گفت واسه کی رانندگی میکنی، همه خوابن. حکایت اینه، یه هنرجو میاد عرض کنم 6 ماهه میخواد کار ما رو بکنه، یه جای دیگه هم که میخوام بریم چیزای عجب غریب میخوان. ولی به هر حال هر جور نگاه بکنی به روزگار همونجوری میگذره. ولی خب قصه ای که شما اشاره فرمودید حقیقتا همینطور هم هست. این درد یکی دو ساله اخیر که در قالب کووید 19 هست و ما میدونیم که آخر این ماجرا رو بگردیم به قصه های مالی برمیگرده دیگه. یه کسی خواسته که خود پولدارتر بشه. مرحوم راکفلر گفتن آقا تو چقدر دیگه پول بخوای ول میکنی، تو تمام این کره خاکی رو میتونی بخری. خود فکر کرد، گفت یکم دیگه.
این یکم دیگه یعنی با آدمی هست چشم تنگ مرد دنیا دوست دار یا قناعت پر کند یا خاک گور. ولی سخن از مهر گفتن اصل شرط هست، یعنی این هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود، صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم به سپارن به یاد. و شیرینی هنر هم همیشه برای من از این بابت بوده. حالا بعضا دوستان میگن که شما یه آرامشی در وجود شما هست که در وجود هر کسی نیست. اینم هست، اینم نتیجه همین. بازم گفتگو خواهیم کرد. بذار بری اولین چیز رو آهنگو چیز کنیم، بعد دوباره برمیگردیم. ما رو به این راحتی ول نمیکنیم آقا جان. آهنگ اول عرض کنم آشفته حالی است از ساخته های حضرت استاد علی تجویدی. به 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 به. آشفته حالی. تا شما آماده بشین میریم اتاق فرمان. چند دقیقه دیگه برمیگردیم با آهنگ آشفته حالی از آقای مجید جوادی عزیز. بسیار زیبا. تازه سر شب به قول معروف شب یلداست و شب طولانیه. آخه رفته بود خواستگاری زیر شبروش هم برده بود، گوش شاید وصلت شد شب موندیم. شما باشید کله پاچه صبح و حلیم رو بخوریم بعدا. نه شعر آهنگ بسیار جالب بود، یکی از اون آهنگ های خاطر انگیز و بسیار زیبا هم خوندید. صدای بسیار زیبایی دارید، خوب اجرا کردید، دمت گرم، آفرین. سلامت باشین. گفت بنده یه طلعت آن باز که آنی دارد. استاد علی تجویدی توی موسیقی ما جزء نگین های عرض کنم خاص هست و ملودی هایی که ساختن مثل همین آشفته حالی که تقدم حضور شد، البته بیادبی منو حتما بینندگان میبخشن، میدونم با صداهای خیلی بهتر شنیدن این کارو، اما همه کارهای استاد تجویدی از این دست احوالات خوش برخوردار هست. یک حکایتی من شنیدم از یکی از شاگردان ایشون، همین تورنتو هم بودن ایشون، و خیلی جالب بود. میگو وقتی که ایشون سنگ خارا رو ساختند، یه بخشی نمیدونم از تهران یا شمال ایران، اون روز کاملا تعطیل شده بود و همه مغازه ها خونه ها این آهنگ سنگ خارا رو پخش میکردن، دیوانه شده بودن همه از این مقدار زیبایی عجیب و غریبی که ایشون به وجود میارن توی موسیقی، واقعا اعجاز میکنن و اون حتما از سینه سوخته عاشقانه خودش برمیاد. و اینجا هم ناگفته نماند شعر زیبای این اثر از استاد رحیم معینی کرمانشاهی هست که من بسیار خدمت این بزرگوار ارادت دارم که متاسفانه چند سال پیش هم از دست دادیم ایشونو. و همکاری این دو بزرگوار جاودانه های بسیاری رو برای موسیقی ما به ارمغان آورده و یکی از دلایل بازخوانی اینها جدای از لذتی که خود من میبرم، نکوداشت و نگهداشت این آثار زیبا هست برای آیندگان. البته امیدوارم که با اجراهای بهتر این کار مواجه بشن، مطمئنم به سهم خودم کوشیدم که کاری رو کرده باشم. بسیار زیبا اجرا کردیم و ما خیلی سپاسگزاریم که اینا رو بازخوانی کردیم، به قول همونطور که گفتیم برای آیندگان بمونه. شما نه تنها خودتون لذت میبرین، ما هم لذت میبریم که گوش میدیم. اینو جاودانه میشه به صورت سیز جدید. اکثر آهنگایی که واقعا همه ازش خاطره دارن و همیشه من بعضی از آهنگا رو هر چی بشنری خسته نمیشی. میدونی چی میگم؟ نوتر میشه. آره، یکی از تخصصای شما هم همینه که مثلا این آهنگای زیبای قدیمی رو پیدا میکنی، بازخونی میکنه و این خیلی زیباست. اون وقت شما موسیقی محلی هم بله چند تا توی کاراتون دیدم، ولی کلا توی مایه های محلی که فرض کن با لهجه های مختلف هست علاقمند هستی یا؟ بله، عرض به خدمتون گفت دندان چو در دهان نیست خنده بدنماست، دکان بی متاع چرا وا کند کسی. ما امروز همش امشب یاد بابا میکنیم، اینم شعر از قدیم بابا میخوند همیشه، دندان چو در دهان نیست خنده بدنماست، دکان بی متاع چرا وا کند کسی. من همیشه معتقد از بر این هستم توی عالم هنر تو هر حیطه ای خودگویی و خودخندی نباشه، یعنی اگر که حقیقتا یک چیزی هست که به جان تو نشسته و یک زیبایی درش هست و یک حکایت خوشی رو در اون میبینی، بتونی بازگو کنی حالا اندازه توان خودت به دیگری. من هر کاری رو که اجرا کردم، هر دوستی که از من کاری رو شنیده، چه در زمینه حالا شعرخوانی، دکلمه و یا موسیقی و یا حتی نقاشی،
اینها خیلی صادقانه بوده، یعنی من حداقل میتونم بگم که خیلی صادق بودم برای اجرای این کارها. حالا چقدر تأثیر داشته اون بحث دیگری است، ولی من آنچه به جان خودم نشسته و خیلی خیلی رو من اثر مثبت و خوشی گذاشته رو سعی کردم که برگردونم برای دیگری و اون هم بتونه این لذت رو ببره. برای لاجرم بر دل نشیند همینه. این انتخابا رو خودت انجام میدی یا کسی به شما سفارش نمیکنه که بخون که؟ نه نه، اینا همه رو من از کودکی همیشه در گوش جان داشتم. مثلا همین کار آشفته حالی که خدمت رو تقدیم شد، این شاید من 30 ساله دارم اینو میخونم و همیشه از گذشته های دور با من عجین بوده و من باید اینجا یادی بکنم از استاد علیرضای نیازمند. شاید بزرگترین تأثیر رو توی دنیای هنر وارد شدن من و این بزرگوار استاد ادبیات ما داشتن تو دوره متوسطه که باعث شدن که ما مزه این عاشقانه ها رو از اون زمان بچشیم و این در جان ما نهادینه بشه و بتونه همراه ما تا امروز باشه. در باب موسیقی محلی هم که فرمودیم، من خیلی خیلی ارادت دارم به روستاییانمون و دهاتهامون و عرض کنم قصه های گذشته رو که همچنان هم بعضی جاها میبینید هنوز پا بر جا هست با اون قصه های قدیمی و سنتی خودشون. خیلی این عشق و علاقه درونی من هست نسبت به این عزیزان و بزرگواران. شاید دلیل اصلیش هم گفت خوش ندارم حیله و نیرنگ را، دلبری بی رنگ و ریب و ساده میخواهد دلم. اون سادگی و صداقتی که توی این نازنینان هست بسیار تاثیرگذار روی من. و یه جایی دعوت شدیم توی یکی از این روستاها، تمام داشته شاید نمیدونم یه خروس بود، همون خروس رو اومد سرش رو برید و اومد پذیره. یه چنین چیزی اتفاقات عجیب و غریبیه که بله واقعا. خود موسیقیشون هم از همین دست میاد. حالا اتفاقا یک موزیک مطرح قدیم معروفی عزیز بشین به کنارم من آوردم که امشب شب یلدا هست، شاد بکنیم عزیزانمونو و یادی از این نوع موسیقی هم توی برنامه های خودمون امشب داریم. و من که لذت میبرم، امیدوارم که دیگرانم هم همچنین. آهنگ بعدی رو با اجازتون من شب مهتاب انتخاب کردم که بی ربط به این شب زیبای یلدایی امشبم نیست. امشب شب مهتابه. ای که از کلک هنر نقش دلنگیز خدایی، حیف باشد مه من این همه از مهر جدایی. گفته بودم جگرم خون نکنی، باز کجایی؟ من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی. عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. مدعی طعنه زند در غم عشق تو زیادم، وین نداند که من از بحر غم عشق تو زادم. نغمه بلبل شیراز نرفته از یادم، دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم. باید اول ز تو پرسید چون این خوب چرایی. تیر را قوت پرهیز نباشد ز نشانه، مرغ مسکین چه کند گر نرود در پی دانه. پای عاشق نتوان بست افسون و فسانه، ای که گفتی مرو اندر پی خوبان زمان. ما کجاییم در این بحر تفکر واقعا؟ تو کجایی؟ تا فکندم به سر کوی وفا رخت اقامت، عمر بی دوست ندامت شد و با دوست قرامت. سر و جان و زر و جاهم، همه گورو به سلامت. عشق و درویشی و انگشت نمایی و ملامت، همه سهل است تحمل نکنم بار جدایی. درد بیمار نپرسند به شهر تو طبیبان، کس در این شهر ندارد سر تیمار غریبان. نتوان گفت غم بیم رقیبان به حبیبان، حلقه بر در نتوانم زدن از بیم رقیبان. این توانم که بیایم به سر کود گدایی. گرد گلزار رخ توست، گرد گلزار رخ توست غبار خط ریحان، چون نگارین خط تذهیب به دیباچه قرآن. ای لبت آیت رحمت، دهند نقطه ایمان. آن نخالست و زنخدان و
سر زلف پریشان که دل اهل نظر برد که سریست خدایی. هر شب هجر برانم که اگر وصل بجویم، همه چون نی به فغان آیم و چون چنگ بمویم. لیک مدهوش شوم چون سر زلف تو ببویم. گفته بودی چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. چرخ امشب که به کام دل ما خواسته گشتن، دامن وصل تو نتوان به رقیبان تو هشتن. نتوان از تو برای دل همسایه گذشتن، شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن. تا که همسایه نداند که تو در خانه مایی. سعدی این گفت و شد از گفته خود باز پشیمان، که مریض تب عشق تو هدر گوید و هزیان. به شب تیره نهفتن نتوان ماه درخشان، کشتن شمع چه حاجت بود از بیم رقیبان. پرتو روی تو گوید که تو در خانه مایی. پرتو روی تو گوید که تو در خانه مایی. گفت گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست، در و دیوار گواهی بدهن کاری است. نرگس مست تو مستوری مردم نگزیند، دست گلچین نرسد تا گلی از شاخ تو چیند. جلوه کن جلوه که خورشید به خلوت بنشیند، پرده بردار که بیگانه خود آن روی نبیند. تو بزرگی رو در آینه کوچک ننمایی، نازمان سر که چو گیسوی تو در پای تو ریزد. نازمان پای که از کوی وفای تو نخیزد. شهریاران نکه با لشگر عشق تو ستیزد. سعدی آن نیست که هرگز کمند تو گریزد، که بدانست که در بند تو، در بند تو خوشتر زرهایی. تقدیم شما و دوستان عزیز. اصلا تضمین غزل معروف استاد سعدی، سعدی شیراز هست، که حضرت شهریار به استادی تمام سرودند، و یک تضمینی در حقیقت از سعدی بزرگوار که امیدوارم دوست داشته باشند. شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد. شب عاشقان دیگه، ما گفتیم خدمتتون که یک شعر عاشقانه هم تقدیم همه عاشقان کرده باشیم. شما هر دفعه مهمون ما هستین از پدرتون خیلی میگید. بله. ایشون هم توی همین خط هنر و شعر و ادبیات و ادبیات و اینا بودن. بله، عرض کنم نه ایشون صحبت‌های زیبایی رو از ایشون نقل میکنی. بله، شغل شریف ایشون پزشک هستن، دندان پزشک هستن، اما خیلی احوالات هنری در ایشون هست. بله. خیلی زیاد، هم ایشون هم مادرم هر دو بارها گفتن که تو چجوری توی این هیته اومدی. گفتم خب این تشویق و ترغیب پدر و مادر بسیار تاثیرگذاره و آدمی کم کم باور میکنه که استعدادی هم داره، ولی ما هنوزم باور کردیم، ولی خب میدونیم که خبرها نیست. و بله، این بزرگوار، پدر بزرگوار من، اهل هنر هست. من یه خاطری رو تعریف کنم. یه روزی یک مقصد تقریبا 3-4-5 ساعته ای رو داشتیم تیم می‌کردیم، شهری باید می‌رفتیم. ایشون شروع کرد زمزمه این کردن، یه دو بیتی خوندن، منم پشت سرش دو بیتی خوندم، بعد ایشون دوباره یه دو بیتی دیگه خوند، منم شروع کردم. چند سال پیش، چند ساله بودین؟ این موضوع مال مثلا شد 14 سال 15 سال پیش فکر می‌کنم، شاید کمتر، 12 سال پیش. بعد شروع کردیم خوندن. این مسیر 4-5 ساعته رو باور بفهمید، ما یک سره شروع کردیم خوندن و شاید مثلا 3 ساعت شما درگیر این بودیم. و من آخر سال، من محفوظات ادبی بعد نیست، شعر رو تقریبا توی حافظه دارم، اما من آخر حکایت من کم آورده بودم و نمی‌دونستم دیگه چی باید بگم، ولی ایشون بالاخره یه چیزایی میخوند از تمام بابا طاهر رو، از کنم خیام و همه رو میگه. بله، همه رو. بعد اونجا من فهمیدم که حقیقتا این، چون خیلی صاحب سخن هستن ایشون، توی محفلی که میشینن خیلی خیلی خوب سخن میگن و سخنبر قوی هستن. بله، اگر پند خردمندان به شیرینی نیاموزی، جهان آن پند با تلخی بیاموزد تو را روزی. من سعی کردم که از این بزرگواران همیشه بیاموزم. همچنین
دوستان دیگه بودن که اهل این حکایت ها بودن، من خیلی علاقمندم و حالا که یاد که از بزرگان کردیم، یاد پدر بزرگم هم دوست دارم بکنم، پدر مادرم در حقیقت که ایشون هم بسیار اهل هنر بود. گفت آتش به زمستان ز گل سوری به، یک زشت فداکار ز صد حوری به، آهسته به من گفت یکی پیر مغان، هر جایی که عزت نبود دوری به. این همیشه این بزرگوار زمزمه میکرد و منم بسیار آموختم از این نازنینان. و همین قدیمی، هرچی ما بدیم به قدیمتر، من نمیدونم داستان گذشته چجوری بوده، همه خیلی اهل سخن بودن، اهل اندرز بودن، اندرزهایی به درد بخور و کارا. الان همه اهل اینستاگرام و فیسبوک. بله، الان با جوانه شما سه ساعت که صحبت میکنی، معذرت میخوام، خیلی فرقی با گچ دیوار نداره، همون جوابی از اون ور نمیاد. خلاصش بدون متکلم وحده نهایتا کیکرر میکشی پایین، رها میکنی، چون حالی نیست. اونی هم که حالا یه مقداری هم اهل عرض به خدمتون سخن هستم، انقدر گرفتار روزگار هست که همه جا فکر میکنه جز عرض کنم خدمتون سخنهای زیبا. ولی به هر حال من زیبا، شما همه‌رم به یاد دارین و همه‌رم به خاطر سپردین، چقدر این قشنگه. شاید دلیل به دلیلی که اینا کاربردی بودن و هستن، برای من اینطور بوده. حضرت سعدی که امروز یادش کردیم، شب سعدی و حافظ هست، گفت هر که عیب دیگران پیش تو آورد و شمرد، بیگمان عیب تو پیش دیگران خواهد برد. خب وقتی که من با کسی صحبت میکنم که داره عیب دیگری رو میگه، من سعدی میاد میشینه کنار دست من، میگه نازنین این باید مواظب باشی دیگه، آره عیب تو هم جای دیگه میگه، آره این کارش اینه، یعنی این منتقل میکنه، باید احتیاط کرد. یا گفت نمیترسم من از دشمن، خیالی نیست، من از همسنگر مرموز میترسم. دشمنی که میدونم باید چیکار کنم، ولی همسر که من مرموز رو من نمیدونم این الان با منه یا با دشمن منو میزنه. اینی که این نوع برخورد با ادبیات همیشه برای من جذاب بوده و به خاطر همین هم است که شاید من هر شعری رو خوندم تو حافظم مونده. یه جایی نوشته بود خورشید اگر محو تماشای تو نیست، خورشید اگر محو تماشای تو نیست، دلگیر نشو ز پشت کوه آمده است. یا پشت کوه اومده نمیدونه داره چی میبینه. یا همون حضرت حافظ میگه خورشید شعله ایست که در این میان گرفت، این آتشی که در دل ما شعله میکشد، گر در میان دامن شیخ افتاده بود، دیگر به ما که سوخته ایم از شرار عشق، نام گناهکاری رسوا نداده بود. حضرت فروغ، اینا در حقیقت همه از یک قصه حکایت میکنن. گفت قبله و مذهب یکیست، یار یکی بیش نیست، هر که دوی در میان دید یکی را دو دید. وگرنه همه ما از یک قصه، هر جای این دنیا شما برید میدونن که دروغ چیز بدیه، مهر چیز خوبیه، همه اینا رو میدونن. و بزرگان ما صاحبان ادب به درستی و شایستگی و بایستگی اینها رو برای ما مکتوب کردن و به یادگار گذاشتن و ما امروز ازشون لذت میبریم. همچنین شما دو عزیز بزرگوار که همیشه یاد گرفتم از شما. ما میریم اتاق فرمان، بعد برمیگردیم یکی از ویدیوهای تلفنم که زنگ میزنه. ببخش، برنامه زنده است، پیش میاد دیگه. میریم اتاق فرمان، برمیگردیم با یکی از آهنگای دیگه در خدمت شما. در خدمت شما.